اسم من هانس ولفگانگ فون گلوک‌اشتاد. پس شما دوک هستین؟ بله، اصل و نسب من همه دوک بودند. ولفگانگ فون گلوک‌اشتاد. اسم منم دیتریش گرهارت فون هوهنبرگ. پس شما هم؟ بله بله، من هم دوکزاده هستم. فون هوهنبرگ. آقایون محترم، باید عرض کنم برای من افتخار بزرگیه که از آدمهای بزرگی چون شما پذیرایی کنم. ببینید آقای مولر، کار ما چه باید بگم حتی بالاتر از یک معجزه است، طوریه که اگر بخوایم قبل از نتیجه گیری دربارش با مردم صحبت کنیم، مسلماً مردم فکر خواهند کرد که با آدمهای دروغگو و شیادی طرف هستند و به همین خاطر چه بسا ممکنه مزاحمت‌هایی فراهم کنند که مسلماً مانع پیشرفت کار ما خواهد شد. اما وقتی نتیجه تحقیقات ما را دیدند و پی به معجزه ما بردند و دانستند که در این سرزمین کسانی هستند که در علم پزشکی و تحقیقات به چنان پدیده‌ای دست یافتند که میتوانند قرن‌ها ناممکن را امروز خیلی راحت ممکن سازند، آن وقت برزش کار ما پی خواهند برد و ما را باور خواهند کرد. آقای مولر جانم، تصمیم ما این است که با مردگان شهر شما ملاقات کنیم. چه کار کنیم؟ درست شنیدید، ما میتونیم با احضار روح مرده ها با اونا صحبت کنیم. به حرفشون گوش بدیم. اگر اسراری دارن که با خودشان به گور بردند، میتونن برای ما بازگو کنند. اگر کسی اونا رو به قتل رسونده یا حقشون پایمال کرده و هنوز زنده است، میتونن ازش پیش ما شکایت کنند. ما میتونیم شکایت اونا رو مستقیما پیش عالی جناب دادستان کردی گزارش کنم. عالی جناب دادستان کل شخصاً و به طور محرمانه در جریان کار ما هستند. اگه یادتون باشه، اهالی آن دو شهری هم که ما قبلاً تونستیم در اونجا موفق بشیم مثل ایشون فکر میکردن. حرفهای ما رو دروغ و یک نوع اهانت به مقدسات تلقی میکردن. حتی چنان به خشم آمده بودند که قصد جان ما رو کردند. یعنی میخواستن؟ بله آقای مولر، شبانه ریختن به محل اقامتمون و میخواستن ما رو به قتل برسونن. آقای مولر، وقتی ما از نتیجه مطالعات و آزمایشات اولیه‌مون مطمئن شدیم و تصمیم گرفتیم که برای تحقق این امر بزرگ و باور نکردنی به طور جدی اقدام کنیم، قید همه چیز را زدیم، حتی جانمان را. تاریخ را خوندید؟ آه. دانشمندان بزرگی بودند که صرفاً به خاطر اختراعات و کشفیات و بیان فرضیه‌هایی که بدان دست یافته بودند، در بد و عمد جان خودشان را از دست دادند. چرا؟ برای اینکه مردم حرف اونها را باور نکردند. سهله، به مرگ هم محکومشان کردند.
حقش داره. هم حالش خوب نبود، گفتم بره بعد از ظهر رو استراحت کنه. پیتر، طبق معمول قهوه دوغ، اما داغ داغ ها؟ داغ داغ. مولر شنیدم دو سه روز مهمون داری، این موقع سال معمولا غریبه ها اینجا پیداشون نمیشه. یعنی غیر منتظره است. نفهمیدی واسه چی اومدن؟ مگه میشه من نفهمم؟ یه قهوه دو. پیتر یه اسپرسو یه آب سیب لطفا. پیتر یه دقیقه خواهش میکنم. ببینم پیتر حاضر چی داری؟ ساندویج پنیر، ساندویج کالباس، ساندویج جگر، فرانکفورته. بودور چه خبرته؟ یه ساندویج پنیر برام بیار با یه نوشابه. خب چیکار کنم؟ گرسنمه. مگه نمیخوای شام بخوری عزیزم؟ آه حالا کوتاه شام. تو واقعا میخوای من از گرسنگی تلف بشم؟ باور کنید با خرج شکمی که آقا داره ما حتی یه فنیک هم نمیتونیم پس انداز کنیم. یه ساندویج پنیر، یه نوشابه، کاناپه. در واقع میشه گفت یه چیزی بالاتر از این معجزه. من که باورم نمیشه. آخه مگه میشه؟ بیشتر به یه شوخی شبیه بوله. بهت گفتم مدارکی با خودشون دارن که نمیشه شک کرد. ببین ویکتور، بازم ازت خواهش میکنم در این مورد با کسی صحبت نکنی. گفتم مسئله خیلی سریه، اونا عجیب به من اعتماد کردن. خب منم به تو اعتماد دارم، دوست چندین ساله منی. با این که رو قولت حساب میکنم، ولی باز هم ازت خواهش میکنم که در این مورد با کسی صحبت نکنی، حتی همسرت. میدونی که چی میخوام بگم؟ موضوع خیلی جدیه، نباید جای درد کنه. خیالت راحت باشه مولر، ولی باید منتظر بمونیم تا ببینیم نتیجهش چی میشه. با این که باور کردنش برای من خیلی مشکله، ولی خب تو هم یه چیزایی میگی که آدم نمیدونه چی بگه. خب راست میگم به مولر. یه سری من میرم پیش بچه‌ها. باش ببین ویکتور، چیزی بهشون نگی ها. نه بابا خیالت راحت باشه، بهت قول دادم. یه دقیقه پیش بابا بشه. چطوره بچه ها؟ تو باز دوباره نوبت علافی شما رسید. نه بابا ویکتور، شکار چطور بود؟ تونستی کاری بکنی؟ هی بد نبود. میگم ها، اینم مثل هایلمان فشنگاشو تو خونه جا گذاشتی. ببینم تا حالا دیدی که من دست خالی برگردم؟ لعنت یا نه، اینطور که تو پیش میری مطمئنم
مطمئن به زودی نسل گراز وحشی تو این منطقه از بین بره. برای من که فرقی نمی کنه، در عوض شما رو شکار می کنم. از کی شنیدیم؟ زنی مولی صبح رفته بودم خونش، میدونی که مریضی، تو باور میکنی؟ نمیدونم، ولی اگه کارشون درست باشه و بخوان روح شوهر منو به حرف بکشن. اصلا یعنی چی؟ مگه هر کی هر کار دلش خواست میتونه بکنی؟ منم باید راضی باشم یا نه؟ به این حرفا توجه نکن، من که اصلا باور نمیکنم، حتی اگه قصه هم باشه باور نمی کنم. آخه مگه میشه؟ حالا اومدیم و شد، وقت تکلیف من چی میشه؟ یه گفت وقتی زندگی بود چقدر از دستش کشیدم، بسم نبود. شما که شاهد بودین چقدر بلا سرم آورد، حالا روحش میخواد پا پیچم بشین. از کجا معلوم که روح شوهرت بخواد ازت شکایت کنه؟ سراغ ارث ساب مردشو که میگیره. اگه به آقایون بگه که من به وصیتش عمل نکردم و دوباره ازدواج کردم، باید ارثشو پس بدم. میدونم باهاشون چیکار کنم، پاش وای میستم، باغ انگورو میفروشم، پول وکیل و دادگاه میدم. اصلا کی گفته من باید یه بیوه بمونم؟ ها کی گفته؟ حالا از الان اینقدر خودتو ناراحت نکن، صبر کن ببین چی میشه. بالاخره راست یا دروغ کار آقایون معلوم میشه. نمیدونم، اگه قرار باشه هرچی ثروت دارم ازم پس بگیرم، وقتی که هیچی که ندارم باش زندگی کنم. آدری هستم که به خاطر پولم با من ازدواج کرده طلاقم میده، اون وقت میشم یک بیمه یه تنها و بدبخت و بیچاره. خاله مگه عقل تو از دست دادی؟ آرومتر، مردم میفهمن. بفهمم، صبر کن ببین میخوان برن سراغ روح شوهرت یا نه. زن مولیر گفته به کسی چیزی نگم، خواهش میکنم به کسی چیزی نگو. نه من به کسی چیزی نمیگم، مطمئن باش، ولی بدون که با این کارا چیزی درست نمیشه. خاله آرومتر، مردم میفهمن. یه قهوه تو رو آروم میکنه. پیتر تو هرچی یه قهوه سیاه لطفا. یه قهوه سیاه میز دو. خاله میفهمم. خسته نباشی پیتر. متشکرم پیتر. مولر میگفت اسنادی دارن که نشون میده اونها در دو شهر دیگه کاملا موفق شدن، اسناد کاملا رسمی. اینو دیگه چی میگی ها هلمود؟ من بازم میگم احمقانه است. مگه میشه جانم؟ من که اصلا باور نمی کنم. منم باور نمی کنم، محال یه همچین چیزی اتفاق بیفته. یعنی چی؟ میخوان با مرده ها ملاقات کنن؟ واقعا مسخره است. مولر به رودولف سفارش کرده که چیزی به کسی نگه. خواهش میکنم شما هم در این مورد با کسی صحبت نکنید، قضیه فقط بین خودمون چهارتا بمونه. آره آره، خواهش من فقط اینه که مبادا موضوع جای درس پیدا کنه. میدونین مولر رو اصل اعتمادی که به من داشت جریان خصوصی برام تعریف کرد. میگم اصلا بهتره نشنیده بگیری. بله اینطوری بهتره. از این بابت مطمئن باشی ما راجع به این موضوع به هیچ کسی چیزی نمیگه. مطمئنن به اعتمادی که مولر به شما کرده ما هم احترام میذاریم.
ولی رودولف این مسئله اصلا باورگردنی نیست. میتونم بگم این بزرگترین دروغیه که تا به حال من شنیدم. به هر حال اونا مدت زیادی اینجا نمیمونن، بالاخره همه چی معلوم میشه. آره. فقط همین، باید صبر کنیم ببینیم نتیجه چی میشه. ولی مولر قسم میخور، میگفت مدارکی دارن که نشون میده مولا دردش نمیره. تو فکر میکنی اینم دروغه؟ نمیدونم، جدا نمیدونم چی بگم، ولی اگر واقعا تاییدی دارن ما این چاره ای نداریم غیر از این که صبر کنیم ببینیم آخرش چی میشه. آره، من هم با عقیده شما موافقم، اما اگه موفق بشن خب میدونین چه اتفاقی میفته؟ چی اتفاقی رو دار؟ شهر کوچیک و دور افتاده ما در تمام دنیا معروف میشه. چه افتخاری برای شهر ما، افتخار بسیار بزرگیه. رودولف، به نظر میرسه تو چندانم به قضیه بدبین نیستی. یا ببین رودولف، بعضی ها حرفایی میزنن، ادعاهایی میکنن، ولی آدم باید از نقلش هم کمک بگیری یا نه؟ البته، اما مسئله خوشبینی و بدبینی مطرح نیست. من فقط میگم که نباید زود قضاوت کرد، عجولانه قضاوت کرد. به هر حال اتفاقات زیادی در دنیا میفته که خیلیشون باور کردنی نبودن. ولی رودولف، این یکی با بقیه هم فرق میکنه، یک ادعای کاملا مسخره. به هر حال باید صبر کرد. من میخوام سفارش بدم، شما چیزی میل نداری؟ چرا؟ رودولف حسابی منو به اشتها بود. هلموت، پیتر دو تا ساندویچ سوسیس، یه دونه نوشابه، دو تام چای. هلموت، ولی چیکار میشه کرد؟ هیچ کاری نمیتونیم. باید صبر کنیم، چاره دیگه ای نداریم. دو تا چایی، یه ساندویچ سوسیس، نوشابه برای کاناپه. عصر بخیر مولر. به به به، آقایون محترم، خیلی خوش آمدین. بفرمایید. عصر بخیر. عصر بخیر. بفرمایید، خواهش می‌کنم. بفرمایید. خیلی خوش آمدین. خب چطوری شما؟ یوسف چطوری؟ خوبی؟ با روزگار چه کار می‌کنی؟ با کارا چطوری؟ بد نیست مولر. بگذره. پیتر، میز سه. راست بخیر خانم. چی؟ گریه میکنی؟ چی بگم؟ بیچاره شدم. راست بخیر. دو تا نوشابه خنک. بله. قضیه رو سرسری نگیر یوزف. اگر روح شریک سابقت صحبت بکنه بعد جوری تو مخمصه میفتی ها. ببین، هرچی فکر میکنم میبینم باور کردنش برام مشکله. آخه مگه میشه مرده حرف بزنی؟ بابا، تو دنیا این روزا اتفاقاتی میفته، اختراعاتی شده که دست کمی از معجزه نداره. دیدینم شد، حسابشو بکن، اگر روح شریکت صحبت بکنه پای منم گیره ها. تو دیگه چرا؟ تو که کاری نبودی که. دو تا نوشابه خنک. ممنون. کاری نبودم؟ سندای قلابی که بعد از مرگ شریکت درست کردی تا به تنها وارثت نشون بدی کی باشه امضا کرد؟ کی شهادت دروغ داد که بعد از مرگ شریکت اون به تو بدهکار بوده؟ کی به خاطر تو تأیید کرد که وقتی شریکت مرد تو مغازتون هیچی باقی نمونده بود و شما ورشکسته بودین؟ خب اسم اینا رو چی میذاری؟ من حقمو گرفتم.
پیتر یه نوشابه. ببین تمام زحمات مغازه با من بود، نه میخواستی دخترش از اون سر دنیا بلند شه بیاد اینجا راحت صاحب نصف مغازه بشه؟ مگه میشه؟ ارث پدرش بود، اما تو همه رو با سند سازی به عنوان حساب بدهیای پدرش بالا کشیدی. ارث پدرش بود کدومه؟ وقتی من تو مغازه زحمت میکشیدم دخترش کجا بود؟ تازه یک مغازه کوچیک اون موقع چقدر میارزید؟ بی انصافی نکن یوزف، به هر حال از قبل همون یه مغازه کوچیک بود که تو الان صاحب بزرگترین فروشگاه این شهری. درسته، آره، به خاطر که من زحمت کشیدم، صد بار بالا رفتم پایین اومدم به این اون مغروض شدم. چرا اینا رو نمیگی؟ من به این کارا کاری ندارم. چرا منظور من نمیفهمی؟ دوست عزیز من، اگر روح شریکت صحبت بکنه دستت رو میشه، آبروت میره، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل سند، میدونی اینا چقدر زندونی داره؟ من دارم صلاحت میگم. خیلی خوب، خیلی خوب، میگی چیکار کنم؟ من میگم هر طوری شده باید جلوی فاجعه رو بگیری. چطوری؟ ببین روی ریف، تو الان به قدر کافی ثروت داری. من؟ اونقدر که بتونی باهاش همه کار بکنی. عوض کردن یه مرده که برای تو کاری نداره. برو، برو باهاشون صحبت کن، یه جوری کنار بیا، راضیشون کن سراغ روح شریکت نرن، دیگه مرده دیگر رو انتخاب کنن. چطوری مولر؟ یعنی واقعا مرده رو زنده میکنم؟ آره مولر میگو. من که باور میکنم. شما که نگفت به من بخواه. تو باور میکنی؟ من از این شید. تو که خبر نداری، تو دو تا شهر تو رو براشون نامه دادن، تاییدشون کردن، یه قبرستون آدم رو زنده کردن، با آدم رو حرف زدن. یه قبرستون آدم؟ ولی این فقط یک ذهنیت اشتباه هستش. باور میکنی من دارم از ترس قالب تویی میکنم؟ خرافاته. من باید ببینم. تو که از شهر داری اون شهر رو مهمتر نیستی. اونا دیدن، خودشون نامه دادن، مرد زدن، نامه هاشو به من نشون داده. زن بوده خیلی خوب، مهمتر نیستم ولی باید ببینم تا باور کنم. اینا میرن تو قبر، مرده ها میان بیرون. نه، بیرون قبر وای میزن، تمام مرده ها باشون صحبت. تو این حرفا رو از کی شنیدی؟ فقط من میدونم و تو. خواهش میکنم به هیچ کس نگو. باشه، من به کسی نمیگم، ولی تا چیزی نباشه مردم نگوین چیزها. منم یه چیزی شنیدم. تو هم باید مواظب زندگیت باشی. اگر عیب و ایرادی تو کار زندگیت هست برو رفعش کن. مولر من که هیچی نیست به جان تو، هیچ با مشکلی ندارم. من شنیدم که این دو نفر مرده ها رو زنده میکنن و هر چی دوست دارن ازشون میپرسن. بعید نیست؟ ولی من مشکل ندارم. تا هم به مشتریات برسه. بله. هیچ مشکلی ندارم. Thank you.
اینم دو تا قهوه برای شما. ممنون. بیتا اومدم. این بهتر این کاملا روشه، اما کسی نفهمه مواظب باش. پیتر یه سری با ما بزن. پیتر الان میام. سه تا نوشابه خنک خنک. بله من از این مواظب به حرف دهنت باش. من احمق نیستم، این تویی که شعور نداری. من که گفتم تو احمقی؟ گفتم احمقانه است اگه آدم باور کنه. اگه میشه مرده حرف بزنه. بسه یا بیشتر حرف بزنیم. من نمیفهم ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. آبرو من پیش مولر میره. منو باش ببین به کیا اعتماد کردم. من میخواه شلوغش نکن. اون که منظورش تا نبودی؟ دقیقا منظورش من بودم، چون من گفتم ممکنه اونا موفق شن. این اول این بارش نیست که خیلی راحت من توهین. چه توهینی؟ آخه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ بدبختی تو امثال تو بی سوادیتونه. بفرمایید جناب عالی، تو مال کدوم دانشگاه رو تموم کردی قربان؟ شعوره میفهمی؟ شعور؟ من بیشعورم ها؟ من بیشعورم؟ شین چیه؟ دوتا بچه افتادیم به جون هم دیگه. ببین تو خودت قبول میکنی؟ نه باید منتظر بشیم ببینیم نتیجه چی میشه. ببینم مگه تو نگفتی مولر میگه اسناد و مدارک رسمی بهش نشون دادن؟ آه مدرک نشون دادن، اسناد رسمی. الان چی که حرف نمیزنن؟ که چی؟ که میتونم آورده؟ آره خودش مدارکشونو دیده قسم میخور. جانم اون آدم های ریجه عبدنگم که فقط تقنیم فراموش کردن. همین خیلی دارم میخواد. اون وقت معلوم میشه احمق و بیشور چیه. این فقط ناراحتش از اینه که چی نکنه یه وقت روح مادر زنش سراغش بیاد. آقا مجبوره حساب بس بده. ثروت پیر زنه رو بالا کشید، دخترش هم طلاق داد. ثروت مرد حسابی چرا تهمت میزنی؟ چرا کلا برداری خودت چیزی نمیگی؟ بگو برای اینکه میترسم. آره میترسم. میشناسن همه تو رو. شلوغش میکنی؟ بی خود برای چی تهمت میزنی؟ این چه وضعشه؟ ما رو میبینیم میبینیم. این هم سه تا نوشابه خونک واسه سه تا آقای بسیار محترم. دست درد نکنه. ببینم پیتر این هم جزو ما حساب کردی؟ خبارو یو خون. روز بخیر جناب. روز بخیر. به به جناب شهردار. حال شما؟ از بخیر جناب آقای شهردار. عصر بخیر آقای مولر. خیلی خوش آمدید. بفرمایید. امروز یادم افتاد که خیلی وقت پیش مولر یه قهوه نخوردم. خیلی لطف کردین. سرافرازم فرمودین قربان. اگه اجازه بفرمایید یه قهوه دوب خدمتتون تقدیم کنم. خدمت نیست. از سایه قربان، با اجازت. بس شکار چطوره؟ هی، بد نیست جناب شهردار. بفرمایید قربان. امیدوارم که خوشتون بیاد قربان. متشکرم آقای مولر. حال خانم چطوره؟ متشکرم قربان. ولی دو روز سخت سرما خورده. فصل سرما شروع شده. بله. بعد مواظب بود. امیدوارم حالشون هرچه زودتر خوب بشه. خیلی متشکرم. بهترین راه استراحت. فقط استراحت. از توجهتون خیلی متشکرم قربان.
البته میدونیم که نصیحت کردن به خانما چندان هم آسون نیست قربان. مولر. بله قربان. قضیه این دو نفر غریبه چیه؟ نیم فصل بلند شدن و من اینجا که چی کار کنم؟ حتما منظورشون رو به تو گفتن. درست قربان. قصد عجیبی دارن قربان. باور کردنش خیلی مشکله. البته من میخواستم به موقع شما رو در جریان بذارم قربان. هرچند که بهشون قول دادم که اسرارشون رو جای موش نکنم. اسرارشون؟ بله قربان. ما تأکید دارن که کارشون خیلی محرمانه و سریه. به منم مسرن گفتن که جایی تعریف نکنم. البته منم فکر کردم حالا که نباید اهالی شهر چیزی بفهمند دیگه از آقای شهردار که نمیشه پنهون کرد. متاسفانه بیماری زنم از یه طرف و بیماری فیلیپ که مجبور شد امروز کارشو تعطیل کنه فرصت نکردم خدمت برسم قربان. خواهش میکنم که جسارت منو ببخشید. پیش از اینکه بیام اینجا یه سر به کلیسا زدم. پدر اشتفان از من خواسته بود حتما ببینمش. یک چیزایی میگفت. آشفته و پریشان بود. میگفت قتل این دو نفر قریبه واجب. بله درسته، من خودم بهشون خبر دادم قربان. خب مثل این که پدر اشتفان زحمت منو کم کردن، همه چیزو به شما گفتن. بله بله بله، اون همه ماجرا رو برای من تعریف کرد. اون به من گفت که تو ذهن و فکر این دو نفر قریبه چی میگذاره. من بهش گفتم باید صبر کنم. نه. باید صبر کنیم تا روزی که مچشون رو فرمید. کاملا درست قربان، منم این شما بازیش کردم که فعلا سکوت کنه و چیزی نگه. به پدر اشتفان گفتم نباید بیگدار رو آب زد. راستی میگم یه شکارچی خوب چیکار میکنه؟ چیکار با زیرکی کمین میشینه، نشونه میگیره، میزنه بسط پر. درسته؟ بله درسته. تا زمانی که من مسئولیت اداره این شهر رو به عهده دارم اجازه نمیدم شارلاتان ها و کلاهبردارها به راحتی اینجا هر غلطی که دلشون خواست بکنن. پدر همشون رو در میارن. اگر شده قاضی ایالتی رو خواهش میکنم شخصا تشریف بیارن، حکم اشد مجازات رو براشون صادر کنم. اشد مجازات؟ نه. بله قربان، من با شهردارای دیگه فرق دارم. بله. اگر کسی بخواد پاشو از قانون فراتر بذاره مثل دستمال خیس میکلونمش. میچه من با قاطعیت این قضیه رو دنبال خواهم کرد. با قاطعیت. بله. خیال همتون راحت بشه. نمیذارم از چنگ قانون فرار کنم. خواهیم دید. این کار نکنم. خواهش میکنم. چرا همینجوری دست رو دست بذارم که این دوتا هر کاری دلشون خواست کنن؟ آخه میخوایی بینی بگی چی؟ شهردار داره، قانون داره، مسئول داره. فهمیدم.
خوبانه اجازه میفرمایی یه قهوه دیگه خدمتون بیارم؟ نه نه نه، ولی اگر یک لیوان آب باشه میخورم. باید زود برم. از سایه قربان، از سایه. میدم پدرشون رو در بیارن. آخه بی آخه، میدم پدرشون رو در بیارن. بفرمایید قربان، نوش جانت. متشکرم. با اجازت. سلام جناب آقای شهردار. سلام عرض می‌کنم. چند بار اومدم شهرداری مزاحمتون بشم، موفق به زیارتتون نشدم. خواهش می‌کنم بفرمایید. چه کمکی از دست من برمیاد؟ جناب آقای شهردار، شما میدونین که من یک زن تنها و بی‌کسم. خب البته شوهر دارم، ولی اونم مرد تنها و بی‌کسی. چه کمکی از من ساخته است؟ جناب شهردار، موقعی که شما شهردار شدیم ما خیلی انتظار کشیدیم مشکلاتمون برطرف بشه. هنوزم انتظار میکشیم، دم نمیزنیم، ولی این مشکل جدید. ممکنه بفرمایید مشکلتون چی هست؟ دو جنازه که اومدن رو تمام شهر سایه انداختن. دو جنازه؟ منظورتون چیه؟ خوش شهردار، این دو نفر اومدن میخوان روح شوهر منو احضار کنن، باش صحبت کنن. خانم محترم، شما دیگه چرا؟ شما که آدم باسوادی هستین چرا این چیزا رو باور میکنین؟ آخه مگه ممکنه یه مرده که پس میزه پونه سال پیش گذاشتنش تو قبر حالا بیرون بیارن باش مشورت کنن صبح کنن؟ آقای شهردار، اینو مرتب شب و روز تو قبر دارن با مرده ها تحقیق میکنن. شما خیالتون راحت باشه، اونا دنبال چیزایی دیگه هستن، دنبال کار خودشون هستن. حالا برای اینکه خیال شما راحت بشه بدین ما چیکار کنیم. من فردا دستور میدم هر دو نفر اینها رو بیارن به پاسگاه، ازشون تحقیق میکنم اصلا برای چی اومدن اینجا. خیال شما راحت میشه. اصلا شما در این مورد هیچ دلشوره ای نباید داشته باشه، خیالتون کاملا راحت میشه. به شما قول میدم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خیلی جناب ضمن سلام ممنون میشم که یک قهوه در خدمتتون بخورید. اجازه میفرمایید؟ خواهش میکنم. خیلی مقام محترم شهردار محبوب، همانطور که اطلاع دارید مدتی هست دو نفر آقایان مجهول الهویه که ما نمیدانیم از کجا و یا بهتر است بگویم از کدام قبرستان پیدایشان شده است، خواب و آسایش و آرامش ما را برهم زدند. لذا خواهشمندیم به نمایندگی از طرف همه اهالی استدعای عاجزانه داریم امر به رسیدگی فرمایید. تمام شد. بله خواهش میکنم. لطفاً شما واقعاً باور کردید؟ مگه میشه باور نکرد؟ من از اون شهردارا نیستم که کسی بتونه سر من کلا بذاره. چی میگی؟ من با چشم باز مواظب این شهرم. تمام مامورین مواظب این شهرم.
شما خیالتون کاملا راحت باشه. یعنی اینا رو این دو نفر اصلا دوباره شما خیالتون راحت باشه. جدا میفهمید؟ شما از کدم خیالتون کاملا راحت باشه. یه خیالتون راحت باشه. با عرض معذرت چون من الان باید در شهرداری باشم باز میخوام از قهوتون خیلی متشکرم. به سلامت باشید. خب آقای مولر من دیگه باید برم، شهرداری خیلی کار دارم. جناب آقا شهرداری اختیار داری؟ یک قهوه که دیگه قابل شما رو نداره قربان. خواهش میکنم، خدمت شما، خواهش میکنم. عصر شما بخیر آقای مولر. عصر شما بخیر. برای قهوه‌تون خیلی ممنونم. اختیار داریم قربان، قابل شما نداری. باهاتم تشریف بیارین قربان. اگر فرصت کردی حتما یه سری برسیم. حتما قربان، عصر شما بخیر. عصر خیلی عصر خیلی عصر خیلی اشتاینگه روی قهوه چطوری؟ خیلی با چکره چطوری اشتاینگه؟ خبره چطوری؟ سلام خوبی؟ خوبی چطوری؟ اشتاینگه شتنگی بگو بگم میگو چه کار کرده باز همون جون که دستم دادم دیا مستقی من رفتم بگو بزنان شهر یواشکی خودم میرسوندم پشت دیوار باقی کلیسه و اونا را از همون جا کاملا در نظر گرفتم. خب بعد از در بودی قبرستان شروع کردم با قدم ها بلند کشیدی تا وسط های قبرستان رفتم. درست مثل اینایی که میخوان زمین مد کنن مثل اونا. خب دیگه بعدش کشن رسیدم به یه قبر. بعدش باز با قدم ها بلند کشید یه مقدار باز رفتم یه مقدار دوباره برگشتم سمت بعد سمون خیلی شدن و در همین حالت یه چیزایی هم زیر لب میگفتم. حالا سما دون بودم چیزی نفهمیدم. حالا ورد بخوندم دعا بخوندم چیزی نفهمیدم. خب بعدش خیلی شدم به قبر. کاراشون خیلی عجیب. خب دیگه دیگه در حالی که دستاشون روی سینه‌هاشون قلاب کرده بودن اینطوری دوباره شروع کردن به آسمون نگاه کردن و با سینه لب یه چیزایی گفتن که من متوجه نشدم. خب بعدش از توی کیک دستی هاشون یه ظرف شیشه بیرون کشیدن و دور تا دور قبر میختن. اولیش یه مایه زرد رنگ اما دومیش یه مایه زرد. دیگه ادامه بده اشتنگه. بعد کجا رفتن؟ بعدش رفتن سر قبر پدر من. بابا چه خبرته؟ یه دقیقه اجازه بده یه نفسی تازه کنم. چه خبره؟ داشتن که خواهش میکنم ادامه بده. بعدش باز دوباره با قدم های بلند و کشیده یه مقدار دیگه به راست رفتن تا رسیدن سر یه قبر میگه. بعد دوز همون کارهای قبلی رو سر قبل نازم تکرار کرده. خب بعد از اون رو چیکار کرد؟ بعد از اون من صبر کردم تا خون از کارشون تموم بشه و از قبل سوزن دو بشم. بعد یواشکی خودم رو بسوندم سر قبرهایی که اونا نشون کرده بودن. اون یکی هم قبره یکی میگم که شریک سابق یوزف اشبار اون هاش.
فهمیدم. خب نگفتی بعد از ظهر رو چیکار کردی؟ ها بعد از ظهر رو درست همون کارهای صبح رو سر قبل شوبر تو کلینگر تکرار کردن. حالا داشتم می اومدن این طرف، من زدم از پشت تپه کوچیک سری خودم رو رسوندم اینجا. فقط دو تا. چی میگی؟ آخه این فضولی تو زندگی مردمه. ببین مهم اینه که اونا با ارواح ارتباط مستقیم دارن. میگی فضولیه؟ باشه. من ازشون شکایت میکنم، میرم پیش شهردار ازشون شکایت میکنم، پدرشون در میرم. حالا میبینی، حالا میبینی. فکر میکنی چی میشه؟ اونا خیلی قدرت دارن. بی خودی خودتو سنگ روی یخ نکن. من که میگم با شکایت و اینطور چیزا کاری درست نمیشه. پس میگین چی کار کنیم؟ از من نشینده بگیریم، بله تنها راهش اینه که یه جوری باشین کنار بیاییم. این حرف ها کدومه؟ بهتون میخندن. دو نفر معلوم نیست از کجا بلند شدن اومدن توی این شهر و آرامش ماها رو به هم ریختن. اشکال همینه که معلوم نیست از کجا اومدن. یعنی میخوای بگی اونا خودشونن؟ آره دیگه. حالا اینطور که میگن اون لاغره تو تابوت میخوابه، اصلا خود روحه. روح؟ 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 چی؟ روح؟ کجا؟ چی دیدی؟ یا مگه مقدر؟ این حرفا کدومه؟ من که میگم بهترین راهش اینه که یک انجمن ضد روح تشکیل بدی. ریاستش با کی باشه؟ امور مالیش با من. او نه نه نه، من که فعلا آمادگی قبول ریاست رو ندارم. رئیس چی؟ همین مبارزه با هزار ارواح دیگه. مگه تشکیل شد؟ آره بابا، هلموت هم قرار ریاستش رو به عهده بگیره. یعنی تو میتونی؟ شب بخیر قربان. کلید اتاقتون رو میخوایی قربان؟ بله. ضمناً برای شام میاییم پایین.